دورده بیکران پاینده ایران شینز و آبه دیگه همتون خبرش رو دارید ترور شدن دیروز و آی شینز آبه نخست وزیر با سابقه داره در حقیقت ژاپن و البته نخست وزیر سابقه ژاپن هم بودن یه مدتی بود به خاطر بیماری روده از فضای سیاسی کشیدن کنار خیلی جالبه در شهر نارا ایشون داشت برای یکی از کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی تخنرانی میکرد که یک آقایی که میگه من چپگرا هستم مخالف جریاناتی که آقای شینزاو میبرد جلو بودم و ایشونو ترور کردم حالا داستان ترورش بردیم. من مهم نیست یک نگاه کلی میخوایم به ایشون داشته باشیم آقای شینزاو خیلی جالبه پدر بزرگشون هم در سال 1960 که ایشون هم نخست و نامشونم آقای کیشی بود ایشون هم ترور شدن ایشون هم در وسط یک جر... یک فرد راستگرا اون موقع ترور شدن حالا ایشون که در حقیقت نوه آقای کیشی هستن به دست یک آدم چپگرا ترور میشه اینم یه نکته جالبیه که تاریخ در ژاپن دوباره تکرار شده در سال 1960 پدر بزرگ ایشون ترور میشه و الان ایشون اما شینزو آبه اساسا از زمانی که با آقای خامنه ای دیدار داشتن در سال 2019 اگر اشتباه نکنم و آقای خامنه ای نامه ای آقای ترامپ رو کاری کردند. که در نشیمنگاه آقای آبه قرار بگیره از اون به بعد خیلی از تحلیلگرا میگن شینزو شینزو همیشگی نشد هیچ وقت دیگه نتونست به شینزو سابق برگرده بعد از دیدار با آقای خامنه ای این آدم هیچ وقت نتونست به اون دوران اوج خودش برگرده و شینزو آبه یک تواب تمدنی بود اینو یادتون باشه به شدت در زمین ترامپ و آمریکا بازی میکرد و به شدت توابیت تمدنی داشت و این توابیتی که آمریکا اشغالشون کرده بود و پذیرفته بود شینزابه کسی بود که مواضع بسیار تندی در مخالفت با نظام مردمی سوریه و سردار مقاومت داشت شما میبینید در خیلی خبرگزاری ها میتونید شینزابه منتظر تصمیم کنگره آمریکا درباره سوریه هستی این خودش یک توابیته ولی تو منتظر تصمیم کنگره آمریکا در مورد سوریه باشی خودت شخصیت نداری یکی از دعواهایی که با نظام ایران دارن اون بحث شخصیتی است که این نظام ولو به اینکه ما باش قرابت که هم در حوزه ایدئولوژیک نداشته باشیم ولی آورده به قول آقای اردشیر زایدی اورجینال بالاخره این کشورم مهم اینه که وابستگی ندارن شما همین پیام آقای شینزو آبه نشان دهنده شخصیت و اون بحث در حقیقت استقلال خواهی که نداشتن درونشونه اینا هیچ است... یعنی استقلال در افراد مردم و در قشهای ژاپنی کاملا کشته شده بعد از جنگ جهانی دوم برای همین ما شینزو آبه رو یک تواب تمدنی میدونیم آقای شینزو آبه نظریت بسیار تندی علیه نظام بشار داشت جامعه جهانی باید گروه های مخالف سوری را متحد کنه آقای آبه گفتن سال 92 شینزابه میگه جامعه جهانی باید گروه های مخالف سوری گروه های مخالف سوری آقای یه کیا بودن؟ تروریست های نصره بودن؟ اونا رو باید متحد میکرد؟ یا داعش؟ یا هر در این گروه های مخالف بشار اصد باید یک جریانی باشن کدومن؟ کورت های سوریه هستند که فعالیت های تروریستی هم دارن؟ وقتی کسی از تروریسم حمایت میکنه آقای شیمزابه طبیعت و خواست خداوند اینه چرخ گردان میچرخه میچرخه یک تروریست ترورش میکند آره شما که تروریست ها میگفتی آقا تروریست های مخالف بشار اسد بایستی توسط جامعه جهانی یعنی فاتحان جنگ جهانی دوم و توابان جنگ جهانی دوم شما در ژاپن تواب جنگ جهانی دوم هستی آلمان تواب جنگ جهانی دومه توابین و فاتحانی که اومدید برای خودتون اصطلاح جامعه جهانی را انداختید که کلا چهار پنج کشور اروپای شمال غربی و پلاس آمریکا کانادا و استرالیا و ژاپنید شماها این نام رو برای خودتون برگزیدید و یک با بقاحت از تروریست دفاع میکنید در سوریه چه اتفاقی افتاد طبیعت تروریست آورد بالا سرت اونم تو ژاپن تو ژاپن اصلا کسی ترور میشه به این شکل بسیار کم چون اسلحه برعکس آمریکا در ژاپن ممنوعه آمارا نشون میده یا آماری در سال 2014 که در ژاپن 6 عمل تروریستی انجام شده 6 درگیری مسلحانه انجام شده و در آمریکا در همون تاریخ 2014 نزدیک به 3000 درگیری مسلحانه انجام شده فقط در سال 2014 این یه رقمیه که اصلا غیر قابل بررسی است و در کشوری که اینقدر کم عمل تروریستی با سلاح گرم انجام میشه کسی که مدافع تروریسم علیه بشار بود توسط تروریسم به قتل میرسه این دست خداونده این چرخ گردانه دفاع از تروریست تروریست برات میاره آقای شینزابه مواضع بسیار تندی علی بشار اسد داشت که حالا میتونید بزنید و اخبارش رو بخونید در ده اردیبهشت 92 صحبتایی که ایشون میکرد و نظریات بسیار بسیار تندی که ایشون بیان میکرد میگه شینز آبه با بیان این که به کشورهای مهم در خاورمیانه سفر خواهد کرد اعلام داشت که ابقای بشار اسد در قدرت باعث میشود که بر سر انتقال قدرت در سوریه مانع ایجاد شود آقای آب خدا بیا مرزتت ولی یه انگشتی وسط این دوتا انگشترم و روزگار این انگشت وسط دوتا انگشتر منو استوار در حلقتان فرو برد و بشار اسد همچنان باقی است این توهمات شماست شما توابینی که فکر میکنید فاتحان جنگ جهانی دوم میتونن همه چیز رو تصمیم گیدی کنن یک چیزی رو نفهمیدید و اون امپراتوری بزرگ ایرانه که معادلات عوض میکنه ایران نخواست بشار اسد بره کسی اگه دنبال حقیقت باشه همین یه مورد کافیه که بیاد تو جپه حق <applause> خیلی نشانه ها وجود داره که طرف بیاد تو جپه حق ولی نمیفهمن جماعت مخالف اصل نظام نخواهند فهمید اینا تو جپه سیایی و تا آخرش هم قدم بزنن و شعورشون هم به بحثا و لول پرانسیب های گفتگوی روبه بالای تمدنی نخواهد بود هم اما گیر کنن در مشتی سخنان سترون و به قول معروف گل لگت کنن آقای شینزو که امروز خیلی هم میان و دیدم اصلاح طلبه و خانم ملاوردی و اینا ازش حمایت میکنن شما اصلاح طلبه چرا خفه نمیشید آقای شینزو کسی بود سه میلیارد دلار پول ایران و این رویترز نوشته پول ایران رو بلاک کرده به دستور ترامپ پول ما رو بلاک کرد پولای ما رو در ژاپن سه میلیارد دلار بلاک کرد در چه دورانی بلاک کرد در دورانی که شما اصلاحات چیا پوفیوز رأس کار بودید هر کسی از و آبه خوشش بیاد یا بخواد تعریف کنه شما اصلاحات چیا باید خفه شید یکی از کسانی که شما اصلاح طلب ها رو زمین زد و باعث شد که مردم به آقای رئیسی رأی بدن یکیش همین شین آب است که پول شما رو بلاکه کرده ازش تعریف میکنی خانم شهین دخت ملاوردی شرمتان باد شرمتان باد <applause> اما ترور ایشونو رو خیلی بحثاس میگن میخوان بین ژاپن و چین دعوا بندازن خیلی بحساس من نمیدونم چون باید زمان بخوره که با قطعیت گفته پشت ترور ایشون واقعا یک انگیزه شخصی بوده یا یک, انگ... یا یک انگیزه سیاسی اما شینزابه گفتم بعد از دیدار با ایزت نشان خامنه ای پادشاه ایران و شاهنشاه حال حاضر غرب آسیا و حوزه تمدنی ایران بزرگ بعد از این دیدار شینزو شینزو سابق نشد و نظریات اخیرش اتفاقا برعکس اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن علیه برخی از سیاست های آمریکا بود شینزو آبه در دو سال گذشته نقد های زیادی رو داشت علیه برخی از سیاست های آمریکا بویژه در سه ماه گذشته شینزو علیه آقای زلنسکی مواضع علنی گرفتن مصاحبه کردن این یکی از صحبت های شینزوه شینزو آبه در همین سه ماه گذشته میگه سیاست های زلنسکی موجب حمله روسیه به اوکراین شد آقای میگه که اومده بود با نشریه اکانومیست که یک نشریه بسیار مهم اقتصادی دنیا صحبت کرده بود و دانه میگه موازه سیاسی زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در خصوص عضویت در ناتو و امتناع از حل درگیری در دونباس را عامل آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین میدونم و اعلام میکنه و شینزو خیلی خوب میدونستش که آقای زلنسکی با چه حماقت هایی مجبور کرد روسیه رو که ورود نظامی کنه و جنگ کنه حالا به قول آقای پوتین که جنگ هم که آغاز نشده تا الان دستگرمی داشتن کارهایی میگه گفت جنگی آغاز نشده ولی این نظریات آقای آبه در خصوص زلنسکی این میتونه یکی از انگیزه های ترور ایشون رو فراهم آورده باشه یادمون باشه زلنسکی آیا فقط رئیس جمهور اوکراین است نه زلنسکی آیا فقط دست نشانده و عروسک خیم شبازی و دلغک یا تلخک آمریکایی است نه زلنسکی یکی از عناصر و مهره مهم سحیانیسمه خودش هم یهودی است یکی از مهرای های و آقای آبه نشانه میگیره یکی از مهره صهیونیسم و در عالم کلونی برحال کشورهای جی هفت کشورهای اقتصاد برتر دنیا و در بلوک غرب بالاخره ژاپن در بلوک غرب تعریف میشه در اون کلونی لیبرالیسمی که آمریکا و غربیا یه کلونی غربی دیگه ژاپن به هر حال قبول کردن به عنوان یک تواب تمدنی و حالا ایشون داره میاد یکی از چهره های مهم صهیونیست حداقل یکی از مهره مهم صهیونیسم میاد هم صدا با روسیه محکوم میکنه میگه تو مقصر جنگی کیا میگن زلنسکی مقصر جنگه تیریبون های روسیه حالا حرفی که از تیریبون های روسیه به گوش میرسد آیا از دهان یک فردی که خودش در کلونی غربی تعریف میشه خودش تواب تمدنیست از دهان این خارج بشه چه اتفاقی میفته این ایجاد انگیزه میکنه حداقل بابت اینکه ایشون رو دیگه بزنن کنار و محدودش بکنن من نمیگم این تروری که ایشون انجام شد به خاطر این سخنانه میگم اینم میتواند یکی از انگیزه ها باشه چاقی زلنسکی یکم مهره به هر حال امروز جریان سهیونیسم بین المللی است این یک چیزی پر واضح و قابل رویت به حال این برنامه رو میبندم خواستیم صحبت هایی رو داشته باشیم در مورد زلنسکی و یه خاک برسری بگم اینجا به جریان اصلاحات چی چون دیدم خیلی عزاداری میکنن شما چرا هر کسی شما ایزان اصلاح طلب و تا الان رنگ قهوه‌ای بهتون مالیده شما اینقدر خوشتون میاد من نمیدونم چرا هرچی بیشتر هیکلتونو گن میزنن بیشتر احترام میذارید خب لعنتی من این همه سال دارم فوشتون میدم این همه گن زدم به هیکلتون یه خورده احترام به منم بذارید <applause> شما که هر کی نمیدونم چطور آقای آبه شما ها رو قهوه کرده من میم این استا انقدر میرم بهش احترام میذارم ما شما رو قهوه ای میکنیم 24 ساعت تو برنامه رو دست چرا به ما احترام نمیذاری آقای آبه آره ما که میرسه خار داره آقا چجوری هر کی در دنیا ایران را تحقیر کرده باشه استا طلب حمایت میکنن خیلی هم جالب این جریانه اصلاحات چی از تا, زادش بگیرید. تا این زیبا کلام سقرا رو با کبرا رو با همدیگه میچینن گره میزنن سقرا کبرا رو خانم شقایق و آقای گودرز هم میان به همدیگه ربط میدن بحثا رو میپیچونن و نتیجه گیری هم همیشه در راستای منافع آمریکا میشه چجوری شما سقرا رو کبرا رو شقایق و گودرز همه هم رو با همدیگه یا میپیچونید یا ربط میدید و ته نتیجه گیریتون مخرج نتیجه گیریتون همیشه به سود منافع آمریکاست این یکی رو به ما جواب بده واقعا خیلی عجیبه از شینز آبم دارید حمایت میکنید خاک بر سر سر کچلت آقای صادق زیبا کلم اونم خاک گربه ای که استفاده شده باشه هر خاکی هم لیاقت کلت نیست <تصفح> قربتون برم شوخی کردم همتون رو به اهورامزه ایران میسپارم پاینده ایران و سپاسگزارم که امروز برنامه منو مورد لطف خودتون قرار دادید بدرود